با آنها شخصان مخصوص صحبت گذراندم، مایل میکنند که با دولت اسلامی از جمله به دولت افغانستان برای جهاد سفر کنند. در این دوام شخصان چی توشکولات و چی کلبشون آنها معلومات دقیق ندارند، یک سواد کافی ندارند، از نفهمی به همین کشیشی شخصانی بیگانه باور کرده و با دولت پاکستان سفر میکنند برای قاچاق. بعدا در آنجا با شناسنامه آنها گرفته محو نموده، مدت 6 ماه دیگر مشق نظامی میآموزند، از قبیل پراندن از یراهای آتش‌فشانی کلاشنیکوف مکاروف و نارنجکو. بعد آماده شدن این شخصان آنها را به دولت افغانستان برای اشتراک نمودن در زدوخوردهای حربی بر ضد قواهای ناتو و قواهای حربی دولت اسلامی افغانستان شامل میکنند و این شهروندان در آنجا یک چند مدت در این زدوخوردهای مسلحانه اشتراک میکنند. خب بعدا یک چیز رو باید قید کرد که وقتی که ما در مرافع سعودی همین شخصان را پرسیش میکندیم، آنها وقتی پرسیش که در اونجا هم پدر و مادرشون اشتراک داشتن گریان شدن، اصرار نبودن که وقتی که ما به دولت پاکستان وارد شدیم و شناسنامه های ما را گرفتن، ما علاقه پشایمان شدیم، علاقه درک نبودن که ما را برای فریب آوردن، ولی آنها دیگر راهی بازگشت، راهی دست کشیدن حالا را نداشتن، چون که شناسنامه ندارن، در منطقه های قرار دارن که در آنجا یگان مقامات دخلدار فعالیت نمی کند و پورا در تابع گروه تروریستی القاعده قرار داشتن. وقتی که پرسش میکردیم اونها با پرگی پشیمونی اظهار نمودن، گفتن که ما از نفهمی به این کار رفتیم، از نداشتن سواد کافی، نفهمیدن مفهوم های آیه های قرآن، نفهمیدن مفهوم های جهاد و همین راه رفتن. در مرافع اسلامی بینوارسای پشیمونی اظهار نمودن، از کردار خود بخشش پرسیدن، سود نسبت آنها در عوادی در موده هایی که آنها گناهگار دانسته شدن با مولات 9 سالی معروف ساختن از وزیدی تعیین نمودن. با یک نگارانی دیگر در چی است که کلبشت کامل جان این سفر خود را همراه زواجش و یک دخترچه نابالغش که همگی 3 یا 4 سال دارد سفر نموده بود و عین حال زواجه و دخترچه او در دولت پاکستان در جای نامعین قرار دارن و از این حالت نیز نگرانی نمود که اگر پدرش رو در اونجا التماس کرد، اگر مبادا زوجهش با طریق تلفن با آنها با علاقه برایم التماس نمود که از او خواهش نمود که کوشش برگشتن به تاجیکستان نمود.